نمایشگاه گزیده یافته های باستانشناسی 1402 همزمان با گردهمایی سالیانه باستانشناسی در موزه ملی ایران افتتاح شده و تا پایان فروردین این نمایشگاه در موزه قابل بازدیده. در این نمایشگاه 400 اثر از 12 محوطه باستانی از 12 استان به نمایش در آمده که از دوره پایین سنگی آثار داره تا دوره قلعه علمود که متأخر ترین اثر این سالن نمایشگاهیه. این محوطه ها محوطه هایی هستن که در فعالیت های باستانشناسی 1401 مورد کاوش باستانشناسی قرار گرفتن. این یک سنت 50 ساله است در گردهمایی های سالانه باستانشناسی که باستانشناسان و پژوهشکده باستانشناسی و مرکز باستانشناسی وقت تصمیم گرفت که همزمان با گردهمایی سالیانه کنارش نمایشگاه جانبی داشته باشن که یافته های مهم یا یافته هایی که به هر دلیلی ارزش مطالعاتی دارن، پژوهشی دارن یا ارزش موزه‌ای دارن رو در این نمایشگاه در واقع در معرض دید قرار میدن. این یه فرصتی هستش که اولا که با یافته های جدیدی که اولین بار از بستر باستانشناسی به دست اومده در معرض دید قرار میگیره، دو این که پژوهشگران متعددی میتونن درباره یافته های جدید با هم بحث و بررسی کنن و علاوه بر این یک تصویر جدیدی از تاریخ کهن ایران هم به نمایش میذاره که گاهی ما درباره این آثار مثلا دوره کمتر میدونیم یا کمتر یافته داشتیم. مثلا در این نمایشگاه دندان کودک قلعه کرد قزوین هستش که با 175 هزار سال پیش یه اثر منحصر به فرد در نوع خودش هستش، هم از نظر قدمت هم از نظر نوع آثار. یا ما یافته هایی داریم از شمال غرب ایران که از یک محوطه نوسنگی برای اولین بار یه یافته های منحصر برد فلزکاری به دست اومده که به زعم ما تا به الان کهن‌ترین یافته های فلزی ایران در این مقیاس بزرگ. یا مثلا شما در این نمایشگاه یافته هایی دارین از محوطه های تلین تپه در کرمانشاه که بیش از 3000 تا در این محوطه اسناد و مدارکی از گلمورها به دست اومده که در واقع تاریخ مدیریت ایران را بیش از یعنی میرسونه به هزاره چهارم. یافته هایی که مشابهش باز در همین سالن از تپه سیلک به دست اومده، همون واژه شهر سوخته که داریم حالا ببینیم که تو شهر در محوطه پیرزار هم این هست. حالا اون رو چوب گذاشت ولی این رو در واقع آجوره دیگه، نه یعنی طرف این کار. و به نظر من این خیلی مهمه که این بازی شهر سوخته فقط تو شهر نبوده، یعنی نشون میده که جامعه منطقه این بازی رو انجام میداده و این خیلی مهمه که این موضوع این بازی فراگیر شده و میدونین که این بازی هم الان خوشبختانه کشف و رمز شده و الان بازی هستش. یکی از کارهایی که ما در نوروز انجام میدیم مسابقه بازی تخت نرد شهر سوخته است که ما برای بازیکنندگانمون این مسابقه رو برگزار میکنیم و نمایشگاه نوروزی و تقارنش با ماه مبارک رمضان با موضوع قرآن کریم داریم که یک کار جمعی بین موزه ملی ایران، کاخ گلستان و موزه ملک انجام میشه و اطلاعات جدیدی، یک تصویر جدیدی از یک موضوع مشخص کتابت قرآن کریم هست که این شخصیت هم منحصر به فرد متعلق به دوره تیمور و در واقع ما قرآن‌های بایسوقل میرزا همه در موزه ملی در واقع به معرض دید بازدیدکنندگان قرار میگیره. یه موزه هم دیگه هم داریم که مثل هر سال ما شبی با موزه داریم که امسال هم در به مناسبت هفتم فروردین انجام میشه، تولد امام حسن. و اینم با موزه های دیگه مثل موزه ملک ما همکاری مشترک داریم که قرار شد تورای تخصصی بین موزه ما و موزه های ملک انجام بشه و برنامه ما این است که تا ده شب موزه ها بازدید کنن. یا مثلا شما الان همین مجسمه سنگی نگاه کن، یعنی قشنگ همتراز کارهای شهر سوخته است و همتراز کار جیرفته، یعنی جهان دوره مفرق اون محوطه رو اون منطقه رو میشه شناسایی کرد. حتی از شوی فلزی شما همین قامت و کلاس رو داره، یعنی من میخوام بگم این
تصویر جدیدی از جغرافیای فرهنگی سیستان بزرگ هم در اختیار ما قرار میده و روابطش هم نشون میده، نه همون روابطی که شهر سوخته نشون میده، این هم نشون میده که با موهنجودارو، با آسیا مرکزی، با بین النهرین ارتباط داره و خیلی به نظر من مهم هست. این اشیا یه سری یک دلنگرانی که الان بین حالا مسافران نوروزی هست این که شنیدن گویا احتمال افزایش قیمت بلیت موزه ها رو داریم، این چنین چیزی احتمال داره؟ ببین قیمت های بلیت موزه های ایران واقعا اینقدر نازل هست که کسی نه، یعنی معادل دنیا ورودی موزه رو میگن که شما بتونید یه ساندویج ساده همراه با یه نوشیدنی مصرف کنید. الان شما در تهران برین یه جا ساندویج بخورین با یه نوشیدنی ببین چند در میاد، بعد ببینیم بلیت موزه های ما چقدر. یعنی بلیت موزه های ما اصلا عددی نیست، اصلا عدد نیست، یعنی با هیچ استانداردی در هیچ جای جهان همخوانی نداره، اینقدر عدد نازل واقعا. و گاهی بازدید کننده ها میان میگن که چرا شما شأن موزه ملی رعایت نمیکنی؟ نه خود بازدید کننده ها میان، حالا این عدده اینقدر نازله که اگر این 20 برابر هم افزایش پیدا بکنه بازم به اون عدد استاندارد سطح خودش در جهان نمیرسه. واقعا ما نمیگیم با اون اندازه باشه، ولی واقعا اگر این اتفاق بیفته به نظر من فشار اقتصادی نمیاره.